مسجد کرامت مشهد سال 1350 خورشیدی. فیقولون لله، خواهند گفت اونها هم از آن خدا، قدرت و ملک پروردگار بر آسمان و زمین. بسم الله الرحمن الرحیم. بنابر مصالح دولت لیه شاهنشاهی متهم مزبور در اسرع وقت دستگیر و به مقامات امنیتی تحویل گردد. مشهد مقدس زمستان 1353. سالهای 41 تا 50 چندین مرتبه به اتهام بیان مطالب خلاف مصالح عالیه کشور در منابر و مساجد دستگیر و محکوم به زندان گردیده است. این سالها از قدرت بیان خود برای ضربه زدن به اساس نظام شاهنشاهی استفاده می کند. بنابر پرونده های موجود و از آنجا که بازخواست های متهم مورد نظر در سواک خراسان تا کنون نتیجه نداده است، رضا نامبرد دستگیر به تهران منتقل و به کمیته مشترک ضد خرابکاری تحویل گردد. دیوارهای یخی تهران، موزه عبرت، 31 سال بعد. این میخوره به حیات شهربانی سابق، یه حیات خیلی بزرگی داره، درخت های زیره اونجا صدای سلوله. وقتی آوردن من رو از توی راهچو از مشهد آوردن، من رو با قطار آوردن با مأمورین و داخل همین ایستگاه قطار وقتی رسیدیم بردن ما رو توی اتاقی و اونجا منتظر بودن. چند نفر آمدن دور و بر من، یه ماشینی آوردن و من نشوندن و تو همون ماشین چشم منو بستن. حالا یادم نیست که بستن چشم رو یا سر رو آوردن پایین که من نبینم، لذا من نمیفهمیدم کجا هستیم. اجمالاً این از خیابان سپه از اونجا وارد شدیم، اینو فهمیدم من که از اینجا وارد شدیم و از خیابان سپه که آمدیم دست راست تو یک راهی بود، دست راست پیچیدیم. اینجوریه دیگه؟ از خیابان اسفند. درسته. به نظرم از پله های پایین بردن بالا آوردن. بله، خیلی مسیر طولانی از پله های پایین رفتیم آمدیم بالا تا بالاخره رسیدیم به این اتاق افسر نگهبان که ما اینجا افسر نگهبان بود و اون دوتا مأموری که من رو از مشهد آورده بودن اینجا با من خداحافظی کردن. اونا بودن اینجا، حالا با یه ماشین دیگه ای مثلا آمده بودن، از من خداحافظی کردن و عذرخواهی کردن و چه لباس های ما رو گرفتن و
یه لباس زندان پوشوندن و رفتیم داخل. من میخوام ببینم اون مسیری که ما رفتیم اون مسیر رو میخوام پیدا کنم. اگه این حیات باز نمیشه. این سلول 2.40 متر در 1.60 متر. چند وقت اونجا بودید؟ من 8 ماه. من 8 ماه این تو. در دوکر منم ندیده بودم هم تو یقه باز و به گردنش چیزی آویزون نگاه کرد و گفت خامنه‌ای تویی؟ گفتم بله. گفت ها خامنه‌ای که میگن تویی ها؟ منه میشناسی؟ گفتم نه. گفت من منوچهریم. نگاه کرد تو چهره من اثر حرف خودش رو تو صورت من ببین. خب من فوراً فهمیدم شناختم که کیه. ازش خیلی چیز شنیده بودم. به رو نیوردم که میشناسمش. بعد گفتش که من تو رو خوب میشناسم. تو همون کسی هستی که مثل ماهی لیز میخوری از دست بازجو خارج میشی و کارای تو دونه دونش هیچی نیست اما مجموعش خدا میدونه چیه.
لازمه این که این ملت امروز راه خودش را میرود اینه که چون اکثریت قاطعش راه اسلام فقاهت را پذیرفته این راه را حرکت کنیم بریم. ما شاهد فریاد الله اکبر، فریاد لا اله الا الله همه مردم این سرزمین از مرد و زن و کوچک و بزرگ بوده ایم. همه اینها باید اتحادشون حفظ شود. سلول اولش که همسایه ماست یه جوانی بود که من از پشت این دیوار، با اینکه دیوار قطوری، این دیوار برخلاف دیوار اون طرفی که نازکه، این دیوار خیلی قطوره، باش مرس میزدم، با مرس حرف میزدیم. او به من گفت که رجایی همسایه منه. مرتب اینجا هر وقت میوردن ما رو برای بازجویی، از اونجا میوردن اونجا بازجویی، تو این حیات و تو این ایوون ها مرتب فریاد بلند، یکی سر یکی داشت داد میزد، یعنی این تقریبا بی استثنا بود. توی سلول هم که بودیم خیلی از شبها شاید تا صبح، حالا ما خوابمون میبرد نمیفهمیدیم، اما ساعتها صدای فریاد شکنجه شده از یک طرف و فریاد بازجو و شکنجگر از یک طرف می آمد. البته می گفتن که اینا نواره می گذارن، ممکن هم بود نوار باشه، اما ممکن هم بود واقعی باشه، یعنی اینجور هم نمی شه آدم مطمئن باشه که همیشه نوار. تصادفاً یه بار باشه شون باز که هم بازجو اشتباه کرد و متوجه نشد این چیز رو از صورت من برداشت، من دیدم اینجا رو. بله، از اینجا که میمدیم اینجا بود. اینجوری بود بعض وقتی که نگهبان می‌خواست یه زندانی رو ببره برای بازجویی، چون بنابر این بود که زندانی‌های دیگه مطلع نشن که این زندانی به خصوص با این نام اینجاست دیگه،
اساس زندان امپراتوری برای این می آمد در سلول رو باز می کرد بعد می گفت حالا مثلا علی حسینی رو بخواد که منم می گفت علی کیه دستش میگیره تو میبردش بنابراین گفت بنویس گفتم چی بنویسم گفت هرچی میخوای بنویس بله میخواست که نه میخواست شرح حال بعد یه خود اگه کم بود میگفت کمه باید بیشتر بنویسی تو هی میخواست حرف بکشه این شگرد بازجوییشون بود شکنجه ها تو قرار شد بگیر حالا بریم تو اون اتاق اکثر یعنی میگفتن در چهار نفر ما مثلا سلول چهار نفر یه مدتی بودیم سه نفر یه مدتی بودم یه مدت هم تنها هر تعدادی که تو سلول بودم فرق نمیکرد میگفت 10 دقیقه وقت دارید بیایید اون وقت تو این زیر این دوش ها که میرفتیم صابون های از این صابون های بزرگی که تو خونه ها قدیم ما رخ میشستن باش صابون رخ شد میان میگفتش که آهسته حرف زدن میگفت ممنون وقتی که همسرمون داشتیم میامد بازجو و نگهبان گفتن حرف زدن ممنون یعنی با همسرمون شدن تونون حرف نزن البته این عملی نبود لیکن موجب میشد که بترس یواش یواش حرف بزنیم دم در گوشی حرف
تیر و توفنگ و چه بود برای ما اهمیت با حساب اتفاقی که در مخص تو و هم سال سمی افته این فکر شما هست چه ترس آمد بله بله همین منظره رو بنده در ذهنم هست که دیدم که به همین یه روز صبح بعد از دو ساعتی از آفتاب گذشته بود یه دیدیم اینجا روشن شد سابقه نداشت چون اینجا فقط یه چراغ اینجا داشت اینجا یه چراغ پشتی همین چراغ پشتی میلا تنها روشنی این سلول از این چراغ بود و از اون پنجره هم اصلا نور نمی آمد یه روز این روشن شد من نگاه کردم بالا سرم دیدم بله یه خط باری که آفتاب در اثر گردش فصل یه خط باری که آفتاب اینجا افتاده بعد یه ربع ساعتی 20 دقیقه بود و از بین رفت روز به روز هی بیشتر شد تا اینکه تبدیل شد به یه نوار مثلا به عرض شاید 10-15 سانت بلند که خیلی مختلف بود توی این سن. بعد یواش یواش باز فصل برگشت این آفتاب هم از بین رفت اینجا پشت این یک درختی بود که بهار که شد گنجشکا می آمدن اینجا سرصدا می کردند و یک وسیله تفریح خیلی خوبی برای ما شده بود وجود این گنجشکا و اینا بله 8 ماه بود اینجا سلول 4 نفر بودیم در این برهه‌ای که دارم میگم تو این سلول 4 نفر بودیم من بودم و اون 3 نفر یکیش همین آقایی بود که زنش اینجا گفتیم یه فکری بکنیم که این از زنش خبری پیدا کنه میدونستیم که اینجاست زنش به نگهبان گفتیم که امشب بده ما این چیزو بله ته بکشیم و جارو کنیم و آشغالا رو می‌بردیم بیرون و اینها و نگهبانم لطف کرد و قبول کرد یعنی واقعا هم یه لطفی بود ما آمدیم یکی از این بچه‌های همسلول ما که یادم نیست کدومشون بود خیلی بچه زبری بود سر نگهبان اونجا گرم کرد اون طرف این همسلول ما تونست بیاد پشت این سلول با اینکه اینجا یه نفرم وایساده بود مادرم یه نفر وای می‌زد بله تونست از غفلت اونا استفاده کنه بازنش از پشت در کلی صحبت کنه چون این از بیرون واقع صدا زد آقای بوشیری رو تو همین اتاق گفتش که ایشون خیلی کمک کردن به این شما در مسئله تمام بشه مشیری هم تعارف کرد گفتش که نه خود جناب ایشون چون او سرباز با اینکه جوان‌تر بود اما سرباز ایشون خیلی مؤثر بود من دیدم اینا هر دوشون در واقع دارن به نحوی مسئولیت رو به گردن دیگری می‌اندازن مسئولیت چی رو
میخوان هر کدوم بگن که این یکی آدم مؤثری است توی این دستگاه، من هیچ کارم، یعنی در تلقی من از حرف و اینا و چیزی که به حسب ظاهر با عنوان تعارف با هم تبادل میکردن این شد که این میخواد بگه که من توی این دستگاه کاری نیستم، اونم میخواد بگه متقابلن که نه اتفاقا ایشون همه کار است، من کاری نیستم. در دلم خدا رو شکر کردم، گفتم من به طلب ضعیف فقیر زندانی اینا به فکرن که خودشون رو جلو من در حالی که هیچ قدرتی ندارم تبرئه کنن. ستاد بزرگ ارتشتاران قرار بازداشت مورخ 24/10/53 صادره درباره سید علی حسینی خامنه‌ای به قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی به قید وجه التزام تبدیل گردید. مقرر فرمایید در صورتی که به اتهام دیگری بازداشت نباشد از زندان آزاد و نتیجه را ضمن بازگشت دادن پرونده اعلام دارند. توی حزب من بودم، گفتم زن آقای مشیری است و اصرار داره با شما ملاقات کنه. گفتم بیاد. آمد و گریه میکرد. با مشیری رو گرفتن، مشیری گفته که من به فلانی بدی نکردم و شما برو پیشش و بگو که اگر درسته که من بدی نکردم یه چیزی بگه که من نجات پیدا کنم. اعدامی بودن اینا، غالبا میگرفتن اعدامشون میگن. من گفتم درست میگه و به نظرم میاد یه چیزی هم نوشتم. علی حسینی خامنه‌ای یکی از روحانیون افراطی مشهد به علت ایجاد زمینه‌های اخلال در نظم عمومی به 3 سال اقامت اجباری در ایران شهر محکوم و قرار است به آن منطقه اعزام گردد. آقای سید علی خامنه‌ای برابر رأی کمیسیون امنیت اجتماعی شهرستان مشهد، شما به مدت 3 سال محکوم به اقامت اجباری در شهرستان ایران شهر شده اید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور، سید علی خامنه‌ای باز هم نیاز به مراقبت و کنترل دارد. پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم سواک. ادعان کردیم به این که انقلاب ما یک انقلاب ماهیتا اسلامی بوده به همین معنی که عرض کردم، یعنی عدالت خواهانه بوده ولی عدالتش هم عدالت اسلامی، آزادی خواهانه بوده، آزادی اسلامی، استقلال خواهانه بوده،
استقلال اسلامی، یعنی همه اینها را جامعه ما در ظل اسلام میخواست، تمام ارزش‌های عالی را جامعه ما در سایه اسلام و در ظل اسلام خواست و توأم با معنویت اسلام. آینده این انقلاب وقت محفوظ خواهد بود، این انقلاب اون وقت تداوم پیدا خواهد کرد که اولا مسیر عدالت خواهی را تا برای همیشه ادامه دهد، یعنی دولت‌های آینده واقعا و عملا در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پر کردن شکاف‌های طبقاتی اقدام بکنند، تبعیض‌ها را واقعا از بیرون ببرند، جامعه توحیدی به مفهوم اسلام، جامعه بی طبقه به مفهوم اسلام، نه جامعه بی طبقه به مفهومی که دیگران میگن از زمین تا آسمان میان اینا تفاوت هست، کوشش بکند دولت آینده و دولت حال و آینده برای برقراری جامعه بی طبقه اسلام. به الله اگر این فراموش میشه انقلاب شکست، چون اصلا این انقلاب ماهیتش ماهیت عدالت خواهانه بوده است. باید ما به آزادی ها به معنی واقعی در آینده احترام بذاریم، یعنی اگر بنا بشود که دولت اسلامی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی بخواد زمینه اختناق رو بود قطعا شکست خواهد. البته آزادی غیر از هرج و مرج است، آزادی به معنی معمول هر کسی در درجه اول فکرش باید آزاد باشه، بیانش باید آزاد باشه، قلمش باید آزاد باشه، اما فکر آزاد باشه یعنی منطقش باید که واقعا کسی اگر منطقی دارد و دارد فکر خودشو بگه. به اتفاق تجربه های گذشته نشون داده است که هر وقت در جامعه از یک نوع آزادی فکری در مقابل اسلام، هر وقت در جامعه ما نوعی آزادی فکری بوده ولو از روی سوء نیت هم اگر بوده است، این به ضرر اسلام تمام نشده، به سود اسلام تمام شده. بگذارید اونها درباره اقتصادی که خودشون مطرح میکنن حرفشون آزادانه بیان بزنن، ما حرف خودمون آزادانه بیان بزنیم. بگذارید اونها هر چه درباره انسان تفسیر